با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما دوستای عزیز. بنده سید ابوالفضل یاسینی شیاده هستم، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک رشته کنترل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. بچه‌ها، مطالبی رو که بنده در این دوره آموزشی در اینجا خدمتون ارائه میدم، ما در فصل اول مقدمه‌ای بر سیستم‌های کنترل خواهیم گفت، در فصل دوم به سراغ تبدیل لاپلاس میریم، مقدمه ای از تبدیل لاپلاس خواهیم گفت، تعاریفش رو و حل مثال هایی رو در خصوص تبدیل لاپلاس خواهیم داشت. در فصل سوم به مبحث مدل سازی ریاضی سیستم های فیزیکی خواهیم پرداخت. در اونجا توابع تبدیل، بلوک دیاگرام ها و تعاریف مقدماتی که ما برای سیستم های کنترلی رو باید یاد بگیریم رو اونجا ارائه خواهیم داد. اما در ادامه و در فصل چهارم ما سیستم های دینامیکی مختلفی رو، اما سیستم های مکانیکی، الکتریکی، هیدرولیکی رو مورد بررسی قرار میدیم و یاد میگیریم که چطور به مدل سازی ریاضی این سیستم ها بپردازیم، معادلاتشون رو درایو میکنیم و به دست میاریم و اون ادبیاتی که نیاز داریم برای این سیستم ها رو ما در فصل چهارم یاد میگیریم. در فصل پنجم به بحث تحلیل پاسخ حالت ماندگار و گذرای سیستم ها خواهیم پرداخت. در ادامه به مباحث پایداری خواهیم رسید، روش پایداری روز هرویتس رو در فصل ششم خواهیم گفت. در ادامه در فصل هفتم تحلیل و طراحی سیستم های کنترل با استفاده از روش مکانهندسی ریشه ها رو مورد بررسی قرار میدیم و در فصل هشتم تحلیل و طراحی سیستم های کنترل با استفاده از روش پاسخ فرکانسی، روش های مختلف پاسخ فرکانسی رو بررسی میکنیم و در انتها در فصل نهم به سراغ فضای حالت میریم و مدل سازی سیستم های دینامیکی رو با استفاده از معادلات فضای حالت بررسی میکنیم. اما همونطور که اشاره شد، در فصل اول ما یک بحث مقدماتی بر سیستم های کنترل داریم، مقدمه بر سیستم های کنترل رو ارائه خواهیم داد. مطالبی رو که در این فصل، در فصل اول بنده در خدمتتون خواهم بود رو در اینجا خواهیم دید. ابتدا در بخش اول یک مقدمه ای از علم کنترل رو خواهیم گفت، تاریخچه ای از اون رو در بخش دوم خواهیم گفت، در بخش سوم تعاریف رو که نیاز داریم بدونیم از بحث کنترل رو در خدمتتون خواهیم بود، در ادامه به بررسی و به تعریف سیستم های کنترلی حلقه باز و حلقه بسته خواهیم پرداخت، در بخش پنجم مثال هایی از سیستم های کنترل رو خواهیم زد و در انتهای این فصل اصول طراحی سیستم های کنترل رو خواهیم گفت. اما در بخش اول از فصل اول بنده سعی می‌کنم که یک تعریف کامل و جامعی از واژه کنترل داشته باشم. برای این کار از آقای استیفن رابینز کمک می‌گیرم. آقای استیفن رابینز یک تعریف خیلی جالب و جامعی در خصوص واژه کنترل ارائه داده. ایشون در بحث مدیریت سازمانی و در بحث رفتار سازمانی کتاب‌های بسیار زیادی رو تو حوزه مدیریتی ارائه دادن و تعلیف کردن و بسیار صاحب سبک هستن. آقای استیفن رابینز میگه که کنترل یعنی تحت نظر قرار دادن فعالیت‌ها به منظور حصول اطمینان از اینکه اون فعالیت‌ها همان گونه که برنامه‌ریزی شده اند انجام بپذیرن و نیز اصلاح کردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم. یعنی چی؟ اگر من بخوام که تعریف آقای استیفن رابینز رو در خصوص واژه کنترل رو تو این نمودار ارائه بدم، ایشون میگن که آقا هر فعالیتی یک هدفی رو دنبال میکنه، هر فعالیتی که در عالم وجود داره یک هدفی رو دنبال میکنه، چه تو صنعت، چه تو روابط اجتماعی و هر جایی که ما یک فعالیتی رو میبینیم یک هدفی رو دنبال میکنه. برای اینکه اون فعالیت به هدف خودش برسه، برای اینکه اون فعالیت به اون هدفی که از قبل براش برنامه ریزی شده برسه، همواره باید ما این فعالیت رو رصد کنیم و مورد نظارت خودمون قرار بدیم که از مسیر خودش خارج نشه. بنابراین فعالیتی که میخواد به هدفش برسه باید از یک مسیر مشخص بره و هرگز نباید از اون مسیر خارج بشه، که اگر از اون مسیر خارج بشه دیگه به هدفش نمیرسه. بنابراین در مواقعی که ما متوجه این قضیه شدیم که اون فعالیت داره از مسیرش خارج میشه، باید یک پارامتر اصلاح کننده قرار بدیم که اون فعالیت رو به مسیر درست خودش
برگردونه. مثلا فرض کنید که من میخوام ورزش بکنم، فعالیتی تحت عنوان ورزش کردن، من از این ورزش کردن یک هدفی رو دنبال میکنم، هدف من تندرستی سالم بودنه، بنابراین باید از مسیر درستی ورزش بکنم. اگر بلد نباشم چطور ورزش بکنم، خب مشخصی که احتمال داره که به خودم آسیب بزنم. یک متخصص ورزش میاد و میگه که آیه یاسین شما درسته هدفت ورزش کردنه، فعالیتت ورزش کردنه برای اینکه به هدف تندرستی برسی، اما از این مسیری که داری شما ورزش میکنی داری به خود آسیب میزنی، پس ایشون میاد منو اصلاح میکنه. بنابراین این میشه تو فعالیت ورزش کردن میشه کنترل. بنابراین بر اساس این تعریف ما هر فعالیت رو رصد میکنیم که به هدفش برسه. اگر متوجه شدیم که به هدف مورد نظر نمیرسه باید اصلاحش بکنیم. تمامی آن چیزی که اینجا شما ملاحظه فرمودید رو در قالب کنترل آیه سیبراویز تعریف کرده. اما همین تعریف رو و همین تعبیر رو ما تو علوم فنی و بحث مهندسی ترجمه میکنیم، در واقع یک تعریف دیگر، یک ترجمان دیگری از تعریف کلی آیه سیبراویز رو میتونیم ارائه کنیم. سادش این میشه، میگه کنترل یعنی حفظ حالت سیستم در شرایط مطلوب. ما یک سیستمی داریم که هدفش اینه که در شرایط مطلوب کار کنه، یک موتوری داریم که میخوایم در شرایط مطلوب کار کنه. کنترل یعنی حفظ موتورمون، حفظ اون سیستممون در شرایط مطلوب، در شرایط مطلوب کار بکنه. اما علم کنترل در فرآیندهای مختلفی کاربرد داره. در علوم مهندسی که ما در جای جای علوم مهندسی میتونیم کاربرد علم کنترل رو مشاهده بکنیم. شما فرض کنید که در یک فرآیند صنعتی، در یک واحد صنعتی قراره که دما یا فشار و یا غلظت یک سیالی کنترل بشه. خب ما از علم کنترل داریم استفاده میکنیم و پیاده میکنیم. تو فضاپیماها که در نقاط مختلف و در ساب سیستم های مختلف فضاپیماها ما داریم موارد و در واقع علم کنترل رو داریم اونجا پیاده میکنیم و ازش داریم استفاده میکنیم. یکی از جاهایی که خیلی داره از کنترل استفاده میشه و اصلا میتونیم یه جورایی بگیم خواستگاه علم کنترل هست، توی اجسام پرنده هست. مثلا اجسام پرنده بدون سرنشین، مثل هواپیماهای بدون سرنشین و یا موشک ها، در واقع علم کنترل خیلی داره اونجا ازش استفاده میشه. اما یه نکته جالبی رو من داشتم سرچ میکردم بهش برخوردم و گفتم که خالی از لطف نیست که براتون اون رو بذارم و صحبتی راجبش بکنیم. خیلی جالب، اخیراً مهندسین سازه به سمت پیاده سازی علم کنترل تو محصولات خودشون رفتن. بچه‌ها این برجی رو که اینجا مشاهده می‌کنید و من عکسش رو براتون گذاشتم، برج تایپ 101 هست. این برج در کشور تایوان هست، یک برج 106 طبقه‌ای حدوداً 508 متر ارتفاع داره. این برج بعد از برج خلیفه دبی بزرگترین و بلندترین برج دنیا محسوب میشه و از طرفی از یک دیدگاه دیگه بزرگترین و بلندترین برج مسکونی دنیا در نقاط زلزله خیز محسوب میشه. خیلی جالبه تو این منطقه که این برج رو ساختن، گاهی اوقات در طول سال حدود 200 بار زلزله میاد و یا گاهن سرعت طوفان‌هایی که تو این منطقه وجود داره به 250 کیلومتر بر ساعت میرسه. اما راز موفقیت و راز در واقع مقاومت این برج تو اون منطقه زلزله خیز و یا اون منطقه طوفان خیز اینه که اومدن این مهندسین سازه یک گوی فولادی 660 تنی رو توی طبقات 87 تا 92 این برج تعبیه کردن. اولا یک پاندول فولادی رو به وسیله 16 تا بازوی فولادی تو اون طبقات مهار کردن و عملا یک پاندول اونجا ایجاد کردن و ساختن. خب هر وقت که زلزله و یک طوفانی میاد، اون پاندول وظیفه حفظ و در واقع مقاومت این برج رو بر عهده میگیره. بنابراین می‌بینیم که این بحث کنترل توی علم مهندسی سازه هم رسوخ پیدا کرده. اما در روابط اجتماعی هم ما در واقع از علم کنترل داریم استفاده میکنیم. شما فرض کنید که در محیط کارتون کارمند یک شرکتی هستید، کارشناس یک شرکتی هستید که دارید در اون شرکت فعالیت میکنید. اون شرکت به عنوان یه مجموعه یک هدفی رو دنبال میکنه، یک محصولی رو تولید میکنه و به بازار داره عرضه میکنه. تمامی
اعضایی که تو اون شرکت دارن فعالیت میکنن، تمامی اون کارمندها اهم از کارشناس و تمامی نیروها، حتی نیروهای خدماتی، تک تک اونها یک شرح وظایفی دارن. در واقع بر اساس اساسنامه‌ای که اون شرکت داره، هر کسی یک شرح وظیفه‌ای داره. تا در کنار هم قرار گرفتن این شرح وظایف، یک مجموعه تشکیل میشه که نهایتاً اون محصول تولید میشه و به بازار عرضه میشه. شما حالا فرض بکنید اگر یک و یا چند عضو از این مجموعه کار خودش رو بر اساس اون چیزی که از قبل برنامه ریزی شده درست انجام نده، خب طبیعیه که مجموعه دچار خطا میشه و از اون هدفی که داره باز میمونه و اون محصول تولید نمیشه. اون وقت مدیر اون مجموعه با رصد کردن فعالیت تمامی اعضا میاد اصلاح میکنه فرآیند شما رو. در واقع اون کسی که اون خطا رو انجام داده میاد باهاش صحبت میکنه و خطاش رو اصلاح میکنه و اون رو برمیگردونه به اون مسیری که باید باشه و فعالیت رو که انجام بده. بنابراین تو اون مجموعه قطعا و حتما بحث کنترل داره انجام میشه. یا اینکه نه، شما در یک تیم ورزشی فعال هستید، یک تیم ورزشی در نظر بگیرید، برای اینکه به هدف خودش برسه و پیروز از زمین بیرون بیاد، باید هر کسی از اعضای اون تیم باید وظیفه خودش رو درست انجام بده. یا حتی نه، تو ورزش‌های انفرادی فرق نمی‌کنه، هدف پیروز شدنه. بنابراین برای اینکه بتونه پیروز بشه و با پیروزی از زمین خارج باشه، باید وظایف خودش رو که از قبل برنامه ریزی شده درست انجام بده. بنابراین اون مربی هست که لحظه به لحظه رفتار تیم رو رصد میکنه و جاهایی رو که دچار خطا میشه اصلاح میکنه. یا فرض کنید که شما تو دانشگاه هستید و تو یک محیط کلاس باید درس بخونید، بتونید در انتهای ترم از پس امتحانات فاینال بر بیاید. بنابراین برای اینکه بتونید امتحانات خوبی رو داشته باشید، باید در مسیر درستی درس بخونید و فعالیت در واقع علمی خودتون درست انجام بدید. اگر درس نخونید، اون وقتی که به خطا رفتید و به اون هدفتون نمیرسید. و حالا مثال های مختلفی که تو بحث روابط اجتماعی هست، من صرفا خواستم با زدن این مثال ها بگم که در روابط اجتماعی هم ما از علم کنترل استفاده میکنیم. اما یکی از جاهایی که خیلی از علم کنترل استفاده میشه در علوم تربیتیه. شما پدر مادری رو در نظر بگیرید که میخوان فرزند یا فرزندان خودشون رو تربیت بکنن و از اون اصولی که مد نظر خودشون هست، که در قالب فرهنگ خودشون هست، میخوان فرزند خودشون رو تربیت بکنن. بنابراین در طول این مسیر طولانی که فرزند به دنیا میاد و تا به یک سنی برسه، حالا بهتر شاید بگیم که حتی تا اون آخرین لحظه عمرش، همواره باید در یک مسیر تربیتی درستی باشه تا بتونه اون انتظاراتی رو که از ایشون میره برآورده بشه. بنابراین لحظه به لحظه این پدر و مادر دارن فرزند خودشون رو تربیت میکنن، مورد رصد قرار میدن و همواره نکات تربیتی رو بهشون گوشزد میکنن. هر زمانی که اون فرزند به هر دلیلی خطا بره، این پدر و مادر اون رو اصلاح میکنن و جلوی این که اون فرزند از مسیر خودش خارج بشه رو. اما اگر بخوایم در خصوص تاثیر علم کنترل بر روی فرآیندهای مهندسی صحبت بکنیم، وقتی ما از کنترل استفاده میکنیم، منجر به بهینه‌سازی سیستم‌های دینامیکی میشه، موجب ارزون‌تر شدن فرآیند میشه. ما یک فرآیند صنعتی رو در نظر بگیرید، خب استفاده از کنترل باعث ارزون‌تر شدن اون فرآیند میشه، میزان تولید ما افزایش پیدا میکنه و اینکه یک سری فعالیت‌های خسته کننده هستن که هر روز باید تکرار بشه توسط نیروی انسانی، اون وقت ما میتونیم یک ربات رو جایگزین نیروی انسانی بکنیم که دیگه جلوگیری بکنیم از تکرار اون فعالیت‌های خسته کننده که در انتهای تایم کاری منجر به ایجاد خطا میشه. اما اگه بخوایم از لحاظ تاریخی مطالعه‌ای بر کنترل داشته باشیم، میتونیم بگیم اولین باری که بشر از علم کنترل استفاده کرد برمیگرده به 4000 سال پیش، زمانی که اونها احساس نیاز پیدا کردن تا یک وسیله‌ای بسازن تا بتونن زمان رو بسنجن و رصد کنن گذر زمان رو. بنابراین اومدن تصمیم گرفتن، فکر کردن و یک ساعت آبی اختراع کردن. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در شکلی که من براتون گذاشتم، ساعت آبی متشکل از دو تا ظرف مسیه، یک ظرف مسی بزرگتر یا یک مثلا دیگه مسی بزرگتر که پر از آبه و یک کاسه مسی کوچکتر که خالی از آبه و روی سطح آب اون رو قرار میدن.
همونطور که ملاحظه می‌کنید در قسمت پایینی اون کاسه نسی یک سوراخ ریزی تعبیه می‌کردن و این کاسه رو روی سطح آب قرار می‌دادن و به مرور زمان این آب از داخل دیگه نسی به مرور زمان یواش یواش وارد در واقع کاسه می‌شده و این کاسه رو پر از آب می‌کرده. یک نفر هم همیشه مسئول این بوده که در کنار این ساعت آبی بنشینه و حواسش باشه زمانی که این کاسه مسی در حال پر شدن هست و در اون جایی که آب در کاسه لب به لب میشه و در آستانه غرق شدن قرار داره این کاسه، کاسه رو از آب خالی میکرده، آب رو به دیگ برمیگردونده و دوباره کاسه خالی رو روی سطح آب قرار میده تا مجدداً این کاسه شروع بشه به پر شدن. در واقع به این طریق مدت زمانی رو که این کاسه طول میکشیده تا پر بشه رو حساب میکردن و عملا واحد زمانیشون یه جورایی تبدیل شده بود به مدت زمانی که این کاسه داره پر میشه. حالا کاربرد این چی بوده؟ از این ساعت آبی عمدتا برای کشاورزی استفاده میکردن. خب در زمان گذشته کشاورزها به واسطه اینکه مناطق کشاورزی زیاد بوده، مساحت زمین های کشاورزی زیاد بوده و منابع آبی بسیار محدود بوده، مخصوصا تو در واقع مناطق کویری، به واسطه محدودیتی که در منابع آبی وجود داشته، خب یک نفر رو مسئول این می‌کردن که آب رو به نسبت مساوی بین کشاورزها و بین زمین‌های اونها تقسیم بکنه، اصطلاحاً بهش می‌گفتن میراب. الان هم در بعضی از روستاها یک همچین اشخاصی وجود دارن که مسئولیت این رو دارن که آب رو به نسبت مساوی بین زمین‌های کشاورزی تقسیم بکنن. این بنده خدا، این آقای میراب، از این ساعت استفاده می‌کرده. بنابراین بر اساس این واحد زمانی که به دست آوردن با استفاده از این ساعت آبی و بر اساس محاسباتی که داشتن که هر زمینی چه میزان آب نیاز داره، بر اساس اون محاسبات اون مدت زمان رو در اختیار اون زمین قرار میدادن و فرضاً مثلا میگفتن که این زمین تا مدت زمانی که مثلا این کاسه 5 بار 6 بار حالا هر چه تعدادی پر از آب بشه، زمانش هست که بهش آب بدن. بعدها وقتی بشر متوجه این شد که چطور میتونه از روغن به عنوان سوخت استفاده بکنه و با سوزوندن روغن بتونه برای روشنایی استفاده بکنه، یک سری چراغ‌های روشنایی رو در معابر ایجاد کردن و از همین سیستمی که برای ساعت آبی عرض کردم خدمتتون استفاده کردن تا بتونن سطح روغن رو کنترل بکنن. در ادامه بشر متوجه شد که چطور میتونه از نیروی باد برای آسیاب کردن گندم‌هاش استفاده بکنه. اون وقت اومدن در کنار مزارع آسیاب‌های بادی رو ساختن و سنگ‌های آسیاب رو متصل کردن به پروانه‌هایی که از طریق نیروی باد می‌چرخید و اون سنگ‌های آسیاب رو به دوران مجاب می‌کرد. اون وقت اینا اومدن یک سیستم کنترلی خیلی ساده ایجاد کردن که بتونن گندم‌ها رو به مسیر سنگ‌های آسیاب هدایت بکنن تا با چرخش خودکار این سنگ‌های آسیاب بتونن گندم‌ها رو آسیاب بکنن و به آرد تبدیل بکنن. اما نقطه عطف تکنولوژی زمانی بود که بشر تونست توسط آقای جیمز وات موتور رو اختراع بکنه. در واقع اختراع موتور توسط آقای جیمز وات یک تحولی در صنعت بود. تمام اون تئوری‌هایی که تا قبل از اختراع ایشون همه در حد کاغذ بوده، روی کاغذ بوده و همه در حد تئوری بوده، بعد از اینکه ایشون تونستن موتور رو اختراع بکنن، همشون مایه حقیقت به خودشون گرفتن و در صنعت تولید شدن و تونستن که وجود خارجی پیدا بکنن. اما همونطور که میدونیم موتوری که آقای جیمز وات اختراع کرد در واقع یک توربین بخار بوده. ایشون در یک جایی سوخت رو می‌سوزوندن و از اون احتراق و اون اشتعالی که به وجود می‌اومده آب رو گرم می‌کرده و آب رو به بخار تبدیل کردن. از دیدگاه ترمودینامیکی آب رو به بخار سوپرهیت تبدیل کردن، یعنی بخار با فشار و دمای بسیار بالا. حالا اون بخار و فشار با دمای بسیار بالا رو از طریق یک مجرایی که من شکلش رو اینجا به صورت شماتیک براتون آوردم، از طریق یک مجرایی عبور می‌داده و وارد پره‌های توربین می‌کرده. در واقع اون بخار رو به پره‌های توربین منتقل می‌کرده و چون فشار و سرعت اون بخار زیاده، منجر به ایجاد دوران در پره‌های توربین میشه و این حرکت دورانی رو ایشون تولید کردن. اما این
اختراع آقای جیمز وات، این توربین بخار آقای جیمز وات، یک نقص بسیار بزرگ داشت و یک ایراد بسیار بزرگ داشت و اون این بود که ایشون نمیتونستن سرعت دورانی موتور رو کنترل بکنن. خب اون زمان به دلیل محدودیت‌های فیزیکی و محدودیت‌های ساختاری که وجود داشته اجازه نداشتن و نمیتونستن که سرعت مکانیکی، سرعت دورانی این موتور از یه حدی بیشتر بشه. اگر از اون حد سرعت بیشتر میشد، خب منجر به فیل سیستم میشد، سیستم در واقع از بین میرفت. اون زمان یاتاقان‌هایی با قدرت و پیشرفته بودن امروزی وجود نداشته، بنابراین به واسطه اون در واقع ایرادات ساختاری که اون زمان وجود داشته، سرعت در یه حد مجازی و در یک حد نرمالی مجاز بوده و از اون بیشتر منجر به شکستن و از بین رفتن سیستم میشده. بنابراین ایشون نیاز داشت، به شدت نیاز داشت که سرعت رو در یک حدی کنترل بکنه. همونطور که از این موتور برمیاد، سرعت دورانی موتور ارتباط مستقیم داره با دبی بخار ورودی به پرده توربین. یعنی هر چقدر دبی بخار ورودی به پرده توربین بیشتر بشه، خب این توربین سریعتر میچرخه و سرعت دورانی افزایش پیدا میکنه، و هر چقدر دبی بخار ورودی به پرده توربین کمتر بشه، خب طبیعیه که در واقع سرعت دورانی موتور هم کمتر میشه. بنابراین فکری که آقای جیمز وات به ذهنشون رسید این بود که یک وسیله‌ای رو اختراع بکنن که بتونه میزان دبی ورودی به پرده‌های توربین رو کنترل بکنن، کم و زیادش بکنه. بنابراین وسیله ساخت، چیزی که اینجا من شکلشو گذاشتم، اسمشو گذاشت گاورنر و به گاورنر جیمز وات معروف شد. گاورنر یک وسیله‌ایه که دو تا گوی فلزی داره و روی یک پایه‌ای سواره و قابلیت دوران کردن رو داره. در واقع این گاورنر حول این محور دوران میکنه و اگر سرعت دورانی این گاورنر زیاد بشه، بر اساس نیروهای گریز از مرکزی که به وجود میاد، این دوتا گوی به سمت بالا حرکت میکنه و این دوتا بازو رو به سمت بالا حرکت میدن، و اگر سرعت دورانی کاهش پیدا بکنه به دلیل کاهش نیروهای گریز از مرکز، این دوتا گوی به سمت پایین حرکت میکنه. برای این منطق عملکردی این گاورنره. حالا اگر سرعت دورانی بیشتر بشه، خب طبیعیه که این دوتا گوی بالا میرن و از طریق این لینک و از طریق این مکانیزم باعث میشن که دریچه عبور بخار آب به سمت پره های توربین بسته بشه. البته بسته نشه، میزان باز شدگیش کمتر بشه، یعنی میزان دبی عبوری از این دریچه کاهش پیدا میکنه. وقتی میزان دبی عبوری بخار آب از این دریچه کاهش پیدا بکنه، طبیعیه که سرعت توربین کاهش پیدا میکنه و ما به اون چیزی که مورد نظرمون هست خواهیم رسید. اما وقتی این سرعت با کاهش میزان دبی بخار آب کم و کمتر بشه، دیگه از یه حدی خیلی کمتر میشه، وقت سرعت موتور میاد پایین. چرا؟ چون میزان دبی عبوری از این دریچه که وارد پرهای دور میشه کم شده و سرعت موتور افت پیدا کرده. وقتی سرعت موتور افت پیدا بکنه، طبیعیه که به واسطه کاهش میزان نیروی گریز از مرکز، این دوتا گوی هم سرعتشون افت پیدا میکنه و به سمت پایین متمایل میشن. وقتی به پایین بیان، اون وقت از طریق این لینک، از طریق این مکانیزم، این دریچه بیشتر باز میشه و اون وقت میزان دبی بخار ورودی به پرهای توربین که از طریق این دریچه عبور کرده بیشتر میشه. دریچه باز شده و میزان دبی بیشتر شده و برابر این سرعت دورانی موتور افزایش پیدا میکنه. بنابراین از طریق این لینک و از طریق این مکانیزم ساده‌ای که اون زمان آقای گاورنر این رو اختراع کرده، علی‌رغم سادگی این، ولی خب یک تئوری بسیار دقیقی پشتش حکم فرماست و یک تحولی رو ایجاد کردن تو بحث کنترل، ایشون تونستن سرعت دورانی موتور رو کنترل بکنه. در بخش سوم از فصل اول یک سری مفاهیم رو با هم تعریف میکنیم تا به یک ادبیات مشترکی با هم دست پیدا بکنیم. اولین موردی رو که در اینجا تعریفش رو آوردم دستگاه هست. همونطور که ملاحظه میفرمایید، دستگاه مجموعه ای از قطعات که با یکدیگر کار میکنن و هدف اون انجام عمل خاصی است. من اینجا رو به طور مثال دوتا تصویر رو براتون گذاشتم. مثلا شما فرض کنید مجموعه ای که هدفش، ببینید هدفش چیه؟ فرستادن سفینه به فضا. خب باید قطعات و موارد متعددی در کنار هم قرار بگیرن تا این مجموعه شکل پیدا بکنه، تا به هدف خاصی که از قبل تعیین شده برسه. یا مثلا زمانی که شما یک کوره حرارتی رو در نظر بگیرید، هدفش مثلا گرم کردن هوای
یک محیطی هست. بنابراین شما نیاز دارید که پارامترهای مختلفی مثل تابلو برق یا الکتروموتور، هیتر و حالا مؤلفه‌های مختلفی در کنار هم قرار بگیرن تا بتونه اون هدفش که گرم کردن هوا باشه رو انجام بده. مورد بعدی فرایند هست. ملاحظه می‌فرمایید که فرایند تغییر مرحله به مرحله به سمت یک هدف معینه. مثلا اگر ما بخوایم دمای آب رو ثابت نگه داریم، باید یک مسیر مرحله مرحله رو طی کنیم. اولا یک فرایند رو باید طی کنیم تا بتونیم دمای آب رو ثابت نگه داریم. اما تعریف بعدی سیستمه. ملاحظه می‌فرمایید که سیستم مجموعه ای از اجزاست که با یکدیگر کار می‌کنند و هدف معینی رو دنبال می‌کنند. مثلا سیستم‌های فیزیکی، سیستم‌های اقتصادی، سیستم‌های سیاسی. مثلا شما تو بحث سیستم‌های اقتصادی فرضاً یک وزارتخونه اقتصادی رو در نظر بگیرید که هدفش اینه که اقتصاد کشور رو رونق ببخشه و از رکود در بیاره. بنابراین مجموعه ای باید در کنار هم قرار بگیرن تا به اون هدف برسن. یا سیستم های فیزیکی، همون موتوری که مثال دادم تو اسلاید قبلی، خب مجموعه از اجزا بودن، خود موتور توربینش بود، اون قسمتی که داشت سوخت رو میسوزون و در واقع آب رو به بخار سوپرهیت تبدیل میکرد، اون بحث کنترلی گاورنر کنترل موتور بود. همه اون اجزا در کنار هم قرار گرفتن تا بتونن اون سیستم رو ایجاد بکنن که به هدف معین خودشون برسن. اما مورد بعدی اغتشاش هست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، اغتشاش سیگنالی است که بر خروجی سیستم اثر نامطلوب می‌ذاره. شما به طور مثال یک سیستم حرارت مرکزی رو در نظر بگیرید. خب ما آب رو گرم می‌کنیم در یک سیستم حرارت مرکزی، آب رو گرم می‌کنیم و از طریق پایپینگ، از طریق لوله‌کشی آب رو به نقاط مختلف یک ساختمون می‌رسونیم. مثلا اگر بخوایم از این آب گرم برای گرم کردن دمای محیط یک اتاق استفاده بکنیم، این آب گرم رو از طریق لوله کشی وارد فن کوئلی می‌کنیم که داخل اون اتاق قرار داره. خب طبیعیه که اون فن کوئل باعث، چون آب گرم در داخلش جریان داره، باعث گرم کردن دمای محیط اون اتاق میشه و داخل اتاق رو گرم می‌کنه. اما چیزهایی که میتونه به عنوان اغتشاش محسوب بشه برای این سیستم حرکت مرکزی رو من اینجا به عنوان مثال آوردم. فرض کنید اگر ما پنجره رو باز و بسته بکنیم، باعث میشه که گرما از داخل اتاق بیرون بره و این به عنوان یک اغتشاش برای سیستم حرارت مرکزی ما محسوب میشه. یا اگر فرض بکنیم که دمای خارج از ساختمان تغییر بکنه، یا بیرون گرمتر بشه یا سردتر بشه، بنابراین این هم تأثیر میذاره به عنوان یک عامل مخرب بر خروجی سیستم. یک اثر نامطلوب داره بر خروجی سیستم. خروجی سیستم یعنی ثابت نگه داشتن دمای داخل اتاق. وقتی هوای بیرون سردتر میشه، این یک اغتشاشه و نیاز داریم که ما حرارت بیشتری رو تولید بکنیم. آیا فرض کنید که سرعت باد در خارج از ساختمان تغییر پیدا بکنه، این باعث میشه که از طریق اصل کانوکشن باعث میشه که دمای داخل اتاق هم تغییر پیدا کنه و ما نیاز، این یک تغییر نامطلوب برای سیستم حرارت مرکزی ما محسوب میشه. و یک آسانسور رو اصلا در نظر بگیرید. آسانسوری که وظیفه‌اش حمل مسافر در بین طبقاته. چیزی که به عنوان اغتشاش اثر نامطلوبی بر این سیستم داره، سوار و پیاده شدن مسافرینه. شما میدونید که آسانسور به واسطه مقدار وزنی که بر آسانسور تحمیل میشه، اون الکتروموتور بهش نیرو وارد میکنه. هر چقدر که وزن افزایش پیدا کنه، نیروی بیشتری نیاز داره و در حالت عکس هر چقدر وزن کمتری داشته باشه، نیروی کمتری وارد میکنه. در واقع وقتی که مسافرین در طبقات سوار و پیاده میشن، این تغییر وزن خودش به عنوان یک اغتشاش برای آسانسور محسوب میشه. کنترلر، مؤلفه‌ای که به نحوی سیستم رو تنظیم میکنه. مثلا همون مثالی که ما در خصوص موتور جیمز وایت زدیم، گاورنر یک مؤلفه‌ایه که سرعت موتور رو تنظیم میکنه و سرعت موتور رو کنترل میکنه. مورد بعدی ورودی هست. تعریفی که ما برای ورودی میتونیم داشته باشیم اینه که ورودی سیگنالیه که به کنترل اعمال میشه تا سیستم به پاسخ مناسبی دست پیدا بکنه. دوباره اگر بخوایم برگردیم به مثال گاورنر جیمز وات، اونجا ورودی چی بود بچه‌ها؟ میزان دبی بخار آبی که از اون سطح مقطع عبور میکرد و وارد پرهای توبی میشد. هر چقدر ما این دبی رو افزایش میدادیم، سرعت موتور افزایش پیدا میکرد و هر چقدر دبی کاهش پیدا میکرد، سرعت موتور هم کاهش پیدا. بنابراین سیگنالی که اونجا به کنترلر وارد میشد، به اون گاورنر اعمال میشد،
همون دبی بخار آب بود تا بتونیم یه پاسخ مناسبی پیدا کنیم برای سرعت موتور. مورد بعدی خروجی هست. خروجی در واقع پاسخ حقیقی دریافتی از مجموعه سیستم و کنترلر میباشد. در واقع خروجی میتونیم بگیم که پارامتریه که معمولا باید کنترل بشه. تو اون مثالی هم که بچه ما زدیم، مثال موتور جیمز وات، خروجی چی بود بچه ها؟ سرعت دورانی موتور خروجی ما محسوب میشه. سیستم دینامیک، سیستمی که خروجی آن نسبت به زمان تغییر میکنه. همونجا تو موتور سرعت موتور هر لحظه نسبت به زمان تغییر میکنه، بنابراین یک سیستم دینامیکیه. اما سیستمی که خروجیش نسبت به زمان تغییر نکنه دیگه یک سیستم دینامیک نیست، اصطلاحا بهش میگن سیستم استاتیک. فیدبک، عملی که با محاسبه اختلاف میان خروجی و ورودی مطلوب و اعمال اون بر کنترلر میزان خطا رو کاهش داده و رابطه از پیش تعیین شده بین ورودی و خروجی رو حفظ میکنه. بچه یه بار دیگه با هم بخونین، میگه چی؟ عملی که با محاسبه اختلاف بین خروجی و ورودی مطلوب. هر سیستمی یه خروجی داره و یه ورودی مطلوب. مثلا تو همون موتوری که ما مثال زدیم، خروجی چی بود؟ سرعت دورانی موتور. ورودی چی بود؟ میزان دبی. درسته؟ خب ما بر اساس یک کنترلری گفتیم چی؟ میزان دبی بخار ورودی به پره توربین رو کنترل کردیم تا بتونیم سرعت رو کنترل بکنیم، سرعت موتور رو کنترل بکنیم. اینجا توی همون قسمت عرض کردم که ما یک حد مجازی رو میتونیم متصور باشیم برای سرعت دورانی موتور و از اون حد مجاز نمیتونیم بیشتر بشیم، نمیتونیم کمتر بشیم، بنابراین باید اون رو کنترل بکنیم، اون خروجی رو. اگر اون خروجی از مقداری که براش مجاز هست بیشتر یا کمتر بشه، بر اساس اون فیدبکی که ما استفاده میکنیم اختلاف اون رو با میزان ورودی در نظر میگیریم و یه خطایی ایجاد میشه. اون خطا رو ما از طریق این سیستم فیدبک بر کنترلر اعمال میکنیم تا بتونیم اون منطقی که و اون هدفی که ما دنبالش بودیم رو حفظ بکنیم و به کار خودمون ادامه بدیم. در اینجا من شماتیک یک سیستم کنترلی رو براتون گذاشتم بچه‌ها که اصطلاحا بهش میگیم بلوک دیاگرام و در اسلایدهای بعدی تعریف میکنم که بلوک دیاگرام چی هست و چه ویژگی‌هایی داره. همونطوری که از مواردی که تا حالا ما تعریف کردیم، ببینید این یک سیستم کنترلیه که یک کنترلر داره. اگه بخوایم شبیه سازی بکنیم، همون گاورنر جیمز وات بود که دور رو کنترل میکنه. این دینامیک سیستمه که همون موتور ما محسوب میشه. در اینجا اختشاشاتی که وارد میشه رو در واقع از طریق سیگنال دی اس نشون میدیم. خروجی سیستم رو اینجا ملاحظه میفهمیم، مثلا تو همون موتور سرعت موتور به عنوان خروجی موتور محسوب میشه. یک فیدبک استفاده میشه که سنسور میذاریم، سرعت رو اینجا اندازه میگیریم و میاد تو پارامتر فیدبک و در واقع تو این سامیشن قرار میگیره و مقایسه میشه با ورودی مطلوب. ببینید بچه ها، من این پارامترها رو و این مؤلفه رو در اسلاید بعدی کامل توضیح خواهم داد، اما حالا که اینجا دیاگرامش رو آوردم یه توضیحی بدم. ببینید خروجی ما سرعته. اگر تو مثال موتور جیمز وات در نظر بگیرید، خروجی ما سرعت بود، درسته؟ میاد اینجا ورودی چی بود بچه ها؟ دبی بود. ببینید دبی سرعت، میاد اینجا با هم مقایسه میشه، مقدار ورودی مطلوب با خروجی واقعی مقایسه میشه، از هم کم میشن و سیگنال ارور خطا به دست میاد. اما نکته ای که هست، سرعت دایمنشنش چیه بچه ها؟ اگر حالا مثلا RPM در نظر بگیریم، دور بر دقیقه هست. خب اما ورودی ما میزان دبیه و دایمنشنش متفاوته، مثلا بعضا امداته، کیلوگرم بر ثانیه، و لازه ابعاد با هم یکسان نیستن، هم بعد نیستن. بنابراین یکی از کاربردهایی که این پارامتر فیدبک داره اینه که میاد مقدار سیگنال خروجی رو که یک بعد خاصی داره رو بر اساس یک رابطه ریاضی در یک پارامترهای ضرب میکنه که بتونه با ورودی هم بعد بکنه. یعنی اینجا سرعتی که حالا رادیان بر ثانیه باشه یا دور بر دقیقه باشه، هرچی رو ضرب در یک پارامترهایی میکنه که بتونه بعدش رو تبدیل بکنه به دبی، تبدیل بکنه به کیلوگرم بر ثانیه که بتونن با هم مقایسه بشن، کم و زیاد بشن و سیگنال ارور به دست بیاد. بنابراین هر سیستم کنترلی یک دینامیک داره. ما میخوایم یک دینامیکی رو کنترل بکنیم.
حالا اون دینامیک هر چیزی میتونه باشه، موتور میتونه باشه، سیستم اقتصادی کشور میتونه باشه و هر چیزی. ما میخوایم اینو کنترل بکنیم، میایم یه کنترلر پشت بندش طراحی میکنیم و اختشاشاتی رو که وارد میشه مثل اون سیستم حرارت مرکزی که مثال زدیم رو به سیستم اعمال میکنیم و از طریق فیدبک همواره رصد میکنیم که خروجی واقعی ما به چه اندازه است و از این طریق با ورودی مقایسه میکنیم و سیگنال ارور رو به دست میاریم و در کنترلر اعمال میکنیم. در ادامه یک بحث جالبی رو من خدمتتون ارائه خواهم داد در قالب یک اسلاید. ببینید بچه‌ها، ما در کنترل سیستم های دینامیکی رو که میخوایم کنترل بکنیم یک سری اهدافی رو مد نظر داریم و تحت اون یک سری شرایط کاری رو عمل میکنیم. ما یک سیستم های دینامیکی داریم، میخوایم اونا رو تحت یک سری شرایط کاری و با یک اهدافی اونا رو کنترل بکنیم. من خواستم صرفا یک دستبندی از علم کنترل داشته باشم و بگم که بر اساس آن چیزی که ما باهاش روبرو هستیم علم کنترل به چه فیلدها و دسته های تقسیم بندی میشه. اهدافی که ما در سیستم های کنترل دنبالش هستیم به چند دسته تقسیم میشه. یا ما دنبال این هستیم که یک سیستم رو پایدار بکنیم، یعنی پاسخ سیستم رو به یک مقدار مطلوبی برسونیم و به یک مقدار ثابتی برسونیم. بنابراین این یک هدف از در واقع کنترل میشه. یا اینکه در یک مواقع نیاز داریم که سیستم کنترلی خودمون رو رگوله بکنیم، در یک مقدار ثابتی تنظیم روش انجام بدیم. خب این یک هدف از کنترل میشه. اما در بعد از مواقع نیاز داریم که ردیابی انجام بدیم، یعنی اینکه حالا تعقیب انجام بشه، فالوینگ انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سیستم دینامیکی داریم که متغیر با زمان هست و ما هدفمون اینه که هر جایی که اون سیستم میره اون سیستم تعقیب میکنه، ما هم اون رو بتونیم تعقیب بکنیم و ردیابی بکنیم. بنابراین اهداف مختلفی رو برای کنترل متصور خواهیم بود. اما سیستم هایی که ما باهاش روبرو هستیم ممکنه یک سیستم خطی باشه که در بحث کنترل خطی ما باهاش سر و کار داریم، ممکنه سیستم غیر خطی باشه که در بحث کنترل غیر خطی باهاش روبرو هستیم، ممکنه بعضی سیستم های ما فازی باشن، خب براش کنترل فازی رو در نظر گرفتن، ممکنه استوکاستیک باشه، سیستم های تصادفی داشته باشیم که اون وقت کنترل تصادفی پاسخگو نیاز ما خواهد بود. ولی اینکه نه، سیستم ها متغیر با زمان باشه، اون وقتی که درس کنترل سیستم های متغیر با زمان پاسخگو نیاز ما خواهد بود. اما بر اساس شرایط کاری اگر بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم، ممکنه سیستم هامون گاهن قطعیتی توش وجود نداشته باشه و اختشاشات زیادی درش وجود داشته باشه. اصطلاحا میگن عدم قطعیت. اون وقت کنترل مقاوم به درد ما میخوره و برای سیستم هایی که قطعیت زیادی توش وجود نداره ما از کنترل مقاوم استفاده میکنیم. اگر ما گاهن در شرط کاریمون به نقاطی برسیم که پارامترهامون همزمان هی مرتب تغییر میکنه و هیچ ثباتی نداره و هر لحظه استپ بای استپ اون پارامترهای ما داره تغییر میکنه، مجبوریم که بریم به سراغ بحث کنترل تطبیقی. و گاهن پیش میاد که ما در کنترل نیاز داریم که یک دینامیکی رو یا یک هدفی رو اپتیموم کنیم، یک در واقع بهینه‌سازی انجام بدیم. اون وقت از بحث کنترل بهینه استفاده میکنیم. بچه ها، این تقسیم بندی بود که به طور کلی میشه روی بحث کنترل انجام داد و ما فعلا ببینید کنترل خطی، غیر خطی، فازی، تصادفی، متغیرالزمان، مقاوم، تطبیقی، بهینه و موارد دیگه از این دست. این یک تقسیم بندی سرانگشتی بود که من صرفا هدفم این بود که بدونیم که کنترل به کجا میخواد بره و ما فعلا در این دست فقط همین باکس رو دنبال میکنیم، کنترل خطی رو، و ببینید فازهای دیگه‌اش و موارد دیگه‌اش به کورس‌های دیگه منتقل میشه و اونجا زمان خودش بررسی میشه. بنابراین کسایی که میخوان دنبال علم کنترل باشن، حالا در دوران لیسانس فقط سیستم‌های کنترل خطی مطالعه میشه برای دانشجو، و کسایی که علاقمند به بحث کنترل هستن میبایست در دوره بعدی، در مقاطع بعدی این کورس‌ها رو بگذرونن. در بخش چهارم از فصل اول به تعریف سیستم‌های حلقه بسته و حلقه باز می‌پردازیم و اینکه بگیم سیستم های حلقه بسته و حلقه باز چی هستن و چه مفاهیمی دارن. در ابتدا به سراغ سیستم های حلقه بسته میریم و تعریفی از سیستم های حلقه بسته داشته باشیم. این بلوک دیاگرامی هست که به صورت شماتیک یک طرحواره یک سیستم کنترلی حلقه بسته رو نشون میده. این رو در اسلاید قبلی هم بنده خدمتتون نشون دادم. اولین ویژگی که یک سیستم حلقه بسته داره اینه که خروجی و
بر عمل کنترلر اثر مستقیم داره. هر سیستم کنترلی یک هدفی داره. من در اسلاید بعدی مثالی رو خدمتون خواهم گفت. منتها اینجا به طور کلی این طرحواره رو، این شماتیک رو یک بار براتون توضیح بدم. عرض کردم که هر بلوک دیاگرام، هر سیستم کنترلی یک هدفی داره. برای اینکه اون سیستم به هدف خودش برسه، لازمش اینه که بر اساس اون برنامه‌ای که از قبل براش طراحی شده، بر اساس همون برنامه پیش بره. و اگر از اون مسیر خارج بشه، از اون برنامه‌ای که از قبل واسش ریخته شده خارج بشه، به اون هدفش هرگز نخواهد رسید. این چیز خیلی ساده‌ایه. بنابراین